زبان داشتن تشکر از آقای صالحی که کار من رو بسیار آسان کرد. عرض کنم که ما در ایران سه بار انقلاب کردیم، هنوز شهروندی تعریفش معلوم نیست، شهروند کیست؟ اما نه معناش این است که در جامعه های دیگه خیلی معلومه. یک تحولی رو کرده جامعه بشری، یک رابطه‌ای تغییر اگر بکند شهروند پدید میاد. اون رابطه این است وقتی دولت، به خصوص اون که در رأس دولت هست و صاحب اختیار کل و قدرت کامل هست، او تصمیم گیرنده است و مردم اجرا کننده تصمیم. اینجا شهروندی وجود نداره، مفهوم رعیت. و اگر اون رژیم از قماش دینی باشه، اغنام‌الله، گوسفندان خدا، و اگر از قماش چپ باشه، توده ها. مفهوم شهروندی وقتی پدید میاد که این رابطه تغییر میکنه، حاکمیت میاد در نزد مردم و مردم میشوند صاحب حاکمیت. هر عضو جامعه به صفت اینکه عضو جامعه است حقی پیدا میکند در حاکمیت، به صفت این حق، به دلیل این حق شهروند میشود. حالا شهروندی طی مراحلی رو طی کرده تا امروز یک مفهومی پیدا کرده است که در این گفتگو از اون مفهوم با شما صحبت خواهم. سه تعریف از شهروندی شده، یکی به لحاظ حقوقی، کسی که از حقوق مدنی و سیاسی برخوردار است شهروند خوانده می شود. یکی به لحاظ مشروعیت، به این معنا که شهروندی منشأ مشروعیت از راه اعمال حاکمیت است. به این دلیل که شهروندها از حق انتخاب خودشون استفاده می کنند و دولت نمایندگی پیدا میکنه در سقوبش، منتخب این مردم میشود و نمایندگی از مردم پیدا میکنه، کارگزار مردم میشود. از این جهت شهروند کسی است که به دولت منتخب مشروعیت میبخشد. یکی هم به لحاظ پیوندهای اجتماعی، قبل از دموکراسی پیوندهای اجتماعی یک مبانی دیگری داره، مثلا قومی، مثلا عرض کنم به شما دینی، مرامی. اما وقتی جامعه حقوقمند می شود، شهروندی روابطی رو از راه حقوق برقرار می کنه. این شهروندهای حقوقمند حالا با هم در ارتباط می شود، برای اینکه یک جامعه حقوقمند و دولت منتخب این جامعه، اون هم حقوقمند. خب در غرب میگویند که این مفاهیم در دوران تجدد سیاسی با انقلاب فرانسه به امریکا و از راه انتقال حاکمیت از شاه به ملت به وجود آمد. خب حالا تا اینجاش شهروند کیست؟ شهروند کسیست که دو تا حق اساسی رو دارد: استقلال در تصمیم گرفتن. یک شهروند نمیشه باید گفت شما تصمیم بگید یا نگید. یکی آزادی، انتخاب نوع تصمیم. یک شهروند آلمانی ممکنه تصمیم بگیرد
در انتخابات شرکت کنه. حالا نوبت این میرشود که کی را انتخاب کنه، به کدوم حزب رای بده. این دوتا حق استقلال آزادی ذاتی شهروندی است، ذاتی انسان است، به لحاظ اینکه صاحب حقوق انسان، حقوق ذاتی انسان است. اما در همون حال جامعه شهروندی هم، شهروندان هم مشخص می شود به دو حق. باز یکی استقلال، مثلا جامعه آلمانی، ملت آلمان استقلال دارد در حاکمیت. هیچ قدرتی در جهان شریک ملت ایران در حاکمیت نیست جز ملت آلمان. آزادی دارد این ملت در اینکه در درون مرزهای آلمان هیچ حزب، هیچ شخصیتی، هیچ مقام دینی، هیچ بنیادی شریک در حاکمیت با جمهور مردم آلمان نیست. به این ترتیب می‌بینیم که اساس شهروندی در سطح یک شخص استقلال و آزادی اوست، در سطح یک ملت هم استقلال و آزادی است. حالا دورتر خواهیم دید که چرا در جامعه حالا ما در اتحادیه اروپا هستیم و این مفهوم استقلال میگوید اگر الان خیلی از حقوق حاکمیت انتقاد پیدا کرده به اتحادیه، پس این حقوق استقلال هر کدوم از این ملت ها مقداری محدود شده. این رو میگوید اونایی که با این به اصطلاح پاسخ میدن به این نظر، بیشتر این نظر هم راستای افرادی در میکنن. اونا بهشون میگن در ازای اون چیزی میدهد چیز بیشتری میگیرن. درست است که آلمانی مقداری از حق حاکمیت خودش به اتحادیه اروپا میده، ولی در حاکمیت در سطح اروپا شرکت میکنه. خب حالا از اینجا به بعد شهروند هنوز کیست؟ شهروند کسی است که به یک رشته جدایی ها تن میده. حتی اینا تا اینجا که من میگویم همه از دید حقوقدان ها، جامعه شناسان، فیلسوفان اجتماعی غرب است. سرانجام یک نقدی هم خود من خواهم کرد، ولی اینا که عرض میکنم اون چیزی است که در این دنیای معاصر در باب شهروندی گفته شده است. یکی این است که شهروندی یعنی جدا کردن قلمروی عمومی از قلمروی خصوصی. برمیگرده به صحبت آقای صالحی. از این جهت حساب دولت از حساب کلیسا جدا می شود، چون کلیسا قلمروی خصوصی است، دولت در قلمروی عمومی است. شهروندی ایجاب می کند این جدایی رو. دو، جدا کردن از منافع خصوصی. از دید فیلسوفی مثل روسو و خیلی از معاصری میگوین که شهروند کسی است که از منافع خصوصی خالی میشه، پر میشه از منافع عمومی. وقتی میره پای صندوق رأی اونجا فقط میگه منافع ملی مثلا آلمان اقتضا دارد که من این رأی بدهم به این گروه سیاسی. مثلا حالا دوردر خواهیم دید که انتقاد میکنن که همچه موجودی وجود ندارد. چجور شما میخواهید یه آدمی خالی از منافع خصوصی پیدا کنه؟ خب عرض کنم به شما چون شهروندی موکول به وجود یک ملتی است که اون حاکمیت دارد و در متن این ملت به وجود آمده، پس پیوند دارد با ملت. شهروند عضو یک جامعه است، عضو یک ملت است. با این حال آدمی مثل آقای هابرماس میگه نه، حالا ما رسیدیم به جایی که میتونیم
این رو از همین مفهوم ملت هم شهروند رو جدا کنیم، به لحاظی که بگیم این شهروند جامعه اروپایی است، کمی دورتر می شود گفتیم شهروند دنیاست. چرا نه؟ جامعه 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 اونهایی که میگویند شهروند یک پیوستگی با مفهوم ملت دارد، حالا اگر شد جامعه اروپایی با مفهوم جامعه اروپایی دارد، به یک نکته اساسی توجه کردم، اون این که این همبستگی، این احساس تعلق توان اون جامعه رو افزایش میده. شما اگر در جامعه استبدادی باشی، چون انسان خودشو شهروند نمیدونه، در خیر و شر هم شرکت نداره، اون جامعه بیتوانه، ناتوانه. حالا در مفاهیم جدید از سرمایه اجتماعی صحبت است، در جا بگم که کتاب بسیار خوبی آقای صالحی نوشته است تحت عنوان دموکراسی و جامعه مدنی، اگر شما نخوندید خیلی خوب است که بخوانید، بسیار کتاب جامعی است و مفاهیم جامعه مدنی رو، تعریف هاشو از دورترین ایام تا زمان حاضر جمع کردن، از جمله در باب همین سرمایه اجتماعی و ربطش به جامعه مدنی هم در این کتاب بحث شده. یکی دیگر از جدایی ها این است که حالا شما میخوای شهروند باشی به عنوان انسان حقوقمند، دیگه نمیتونی ما بگی که من آنم که شیعه هم، من آنم که سنی هم، من آنم که کردم، من آنم که ترکم، من آنم که فارسم. نه، شما عضو جامعه هستی، عضو حقوقمند جامعه، پس این هم باید از این وابستگی ها هم جدا بشه. اما همین هم مورد انتقاد قرار گرفته به ترتیبی که دورتر خواهیم دید. عرض کنم به شما و این که شهروند، وقتی شما میگی هر انسان شهرونده، یعنی حقوق داره، استقلال داره در تصمیم، آزادی داره در نوع تصمیم، پس اصل و کثرت گرایی است. بنابراین از هر گونه همبستگی، وابستگی که مانع تحقق کثرت گرایی بشود، این با شهروندی سازگاری پیدا نمی کند، چون دموکراسی بدون کثرت گرایی عمل نمی کنه، به اصطلاح فانکشن نمی کنه. خب، و اینکه اگر قرار است که انسان ها شهروند باشند، ناچار باید که بنیادهای جامعه هم حساب کتاب دیگری پیدا کنند، از جمله اینکه مدرسه از سیطره بنیاد دینی رها بشود، چون فرض این است که مدرسه جایی است که شهروند در اونجا تربیت میشود. اون قسمت آخر این جدایی ها قبلا عرض کردم، گذار از تعلق است، تعلق به یک ملت است، به تعلق به جامعه مرکب از چند ملت. خب، حالا با این توضیحات که عرض شد، شهروندی با چه نوع دولتی سازگار میشه؟ آقای صالحی در صحبت خودشون یک توضیحاتی دادن، امیدوارم توضیحات من هم در همون خطرم به اصطلاح بست زهر کنیم، چرا که ایشون با شما در میان گذاشتن. اول اینکه قلم روی یگانه میخواد حاکمیت ملت، حالا حاکمیت اروپا هم شد یه قلم رو میخواد، تو اون قلم رو اگر قرار بشود که هر جا شد یک کسی بگه اینجا را حاکمیت با من است، این سطح میزند به شهروندی، چون در دموکراسی یک نفر یک رای. پس اول تجزیه ناپذیری وطن است و قلمرو حاکمیت ملت، اتحاد چند کشور این اصل رو خدشدار نمی کنه، به عکس قلمروش گسترش میده. ملت ها در یک قلمروی که به
هر کدوم از اونها تعلق داشته حالا مال مجموعهشون شده، در اون قلم رو هم در اون چه از بخش از حاکمیت که صلاحیتش مال اون اتحادیه مثلا اتحادیه اروپا می شود اونجا هم اصل و تجزیه ناپذیری است. چون اگر یه دولتی بخواه بگه نخه من اینجا دیگه به هر گوش به حضرتو نمیدم، این کار اتحادیه پیش نمیده. اونجا باید که اون در اون چه به قلب سهلا همین مسئله پول، پول یورو، این در قلم روی حاکمیت اروپا قرار گرفته. این کشورهای اوز همه شریکن در این قلم رو و این قلم رو یکانن. آیا یک کشوری بخواه از این بیا بیرون به هم میریزه این حاکمیت عمومی رو. خب شهروندی رو گفتن، اگر کسی گفت من شهروندم یعنی اعلان میکنم که من بر عهده میگیرم مسئولیت سیاسی رو به عنوان عضو جامعه. بنابراین از همین لحظه با دولت کارگزار منتخب سازگار است. البته از دید آقای روسو با همچه دولتی هم سازگار نیست، برای اینکه حاکمیت قابل انتقال نیست، باید مستقیم اعمال بشود. دولت فقط میتونه نقش این رو داشته باشه که جامعه تصمیم بگیره بگه آقا شما مجری برو اجرا کن، حتی اکثر میاد. عرض کنم به شما ها در اروپای امروز خلقت به امروز به طور عمومی سه تا جامعه تشخیص میدن: جامعه مدنی، جامعه سیاسی، یکم دولت. شهروندی ایجاب میکند اون جامعه سیاسی جای عملش جامعه مدنی باشه. اگر از اینجا بکنه بره با دولت یکی بشه میشه استبداد. خیلی ها همینجوری شد دیگه، مثلا انقلاب روسیه حزب بولشویک فرض اینه که تو جامعه مدنی اونجا بود، حالا رفت شد چی؟ دولت، دولت خودمختار، بیشتر از خودمختار. دوران استالینی استبداد فراگیر هم بود. این جاش میگه حزب از جامعه مدنی به کلی خارج شد، با دولت این همانی پیدا کرد، بشد استبداد. این است که میگویند شهروندی در صورت که اعضای جامعه به خودشون به عنوان شهروند بها بدهن، حقوق خیشت، حقوق شهروندی خیشت رو بشناسن، به این حقوق عمل بکنن، مسئولیت رو بر عهده بگیرن، اینا میتوانن جامعه سیاسی رو در خود نگه بدارن، مانع از این میشون که دولت خودکامه بشود، سر از فرمان ملت بد بشود. خب تا اینجا چند تا نقد و عمل آمده، اینها رو ببینیم بعد دنباله ببینیم. یکی گفتن به این که گفتیم که شهروندی خالی شدن از منافع شخصی و پر شدن از منافع عمومی، گفتن همچه آدمی در روی زمین پیدا نمیشود. هر آدمی یه منافع شخصی داره، اصلا هویت چه؟ چجوری از هویت خودش خالی میشه؟ یا پر بشود از یه هویتی که به همه تعلق داره. مارکس یک انتقاد اساسی دیگری به عمل آورد که مؤثر شد در تحول مفهوم شهروندی در غرب. او گفت که این دموکراسی که شما میگید و این برابری که میفرمایید سوریست، در واقع انسان ها برابر نیستن. دموکراسی واقعی زمانی است که این برابری واقعی برقرار بشود. خب این سبب شد که انتقاد او سبب شد که به تدریج شهروندی حقوق اجتماعی و اقتصادی هم بخشی از هویت شهروند شد. یک شهروند کسی است که دارای حقوق اجتماعی و اقتصادی است. حالا با این مختصر
اینجا شنیدی شهروندی چهار مورد پیدا کرده در طول زمان. یک شهروندی مدنی، برخورداری از حقوق و آزادی هایی که هر انسان باید داشته باشه و دولت باید اینها رو تضمین کند. این در قرن 18 پیدا شد. شهروندی سیاسی، حق برابر بر حاکمیت است که هر شهروند عضو جامعه این حق برابر رو پیدا کرده. این در قرن 19 شد. شهروندی اجتماعی، برخورداری از حقوق اجتماعی و اقتصادی نتیجه انتقاد مارکس در قرن 20 پیدا شد. حالا جدیداً یه بُعد چهارم هم این شهروندی پیدا کرده، اون بُعد فرهنگی است. تا به این بُعد فرهنگی برسیم و انتقاد این بُعد فرهنگی، نخست ببینیم که حالا با دولت دیدیم با چه نوع دولت سازگاره، حالا با چه نوع نظام اجتماعی سازگار میشه شهروندی. چون حقوق انسان جهان شموله، هر انسانی این حقوق را دارد. شهروندی جهان شموله، بنابراین ابعادی که دیدیم هر انسانی حقوق مدنی داره، حقوق سیاسی داره، حقوق اجتماعی اقتصادی داره، حقوق فرهنگی داره، همه داره. چون چنینه پس ساختای بنیادهای جامعه، مثل بنیادهای سیاسی، بنیادهای تعلیم و تربیت، حتی بنیاد دینی دیگه ارباب نیست، حالا دیگه باید خودش انطباق بده با این جامعه شهروندی. پس یک تجدید ساخت اجتماعی رو ضرور کرده شهروندی که این نظام‌های اجتماعی در غرب خود رو به تدریج یک تحولی کردن که با این مفهوم شهروندی کم و بیش سازگاری پیدا کنن. بعد مفهوم شهروندی و فردگرایی دموکراتیکه، چون شهروند یه فرد دیگه، این فرد که گفتیم از اون وابستگی های ناخودش رها کنه، وقت دوتا اشکال گفتن پیش میاد. یکی این فرد در برابر این دولت تنها میشه، این چه جوری حل کنیم؟ یکی این که خب چگونه این همبستگی های ملی که فرد اون همبستگی سوس میشه و این ملت به اصطلاح اون انسجامش از دست میده، در معرض خطرها قرار میگیره. اینجا گفتن که در صورتی که جامعه مدنی بتواند نقش خویش به عنوان رکن دموکراسی، من این جامعه مدنی رو در کتابی که آماده است برای انتشار، امیدوارم به زودی انتشار پیدا کنه، از لحاظ نقش جامعه مدنی به عنوان رکن در دموکراسی مطالعه کردم. خیلی هم بهره بردم از کار آقای صالحی. به عنوان رد، اگر این تمام اون ویژگی هایی که یک جامعه مدنی به عنوان رد باید داشته باشه بتونه ایفا بکنه، میتوانه فردگرایی دموکراتیک رو با این که جامعه انسجامش از دست نده، دولت هم متقل تنها نشه، فرد هم در برابر دولت تنها نشه، میتوانه ایفا کنه. خیلی دیگه وقتا نمیدید خوب زودتر تمام. عرض کنم به شما شهروندی گفتیم که با ملت پیوند داره، چون در محدوده ملته که حاکمیت پیدا میکنه، شهروند به وجود میاد، شهروند صاحب حاکمیت میشه. حالا بعدی آمدن گفتن که
نه اینکه به چشم الا لله شهروندی به ملت میتونه زیر ملت مثلا یه مجموعه در یک جامعه بالای ملت چند جامعه این به اصطلاح شهروندی بر جا بمانه. اینکه بگی اگر کسی گفته نه من خود رو فرض کنیم که شهروند فرانسوی نمیدونم ولی شهروند اروپایی میدونم، نمیشه بهش گفت شما شهروند نیستی. خب گفتیم که در زمان حاضر شهروندی فرهنگی هم پذیرفته شده. منتها گفتن خب اگه ما بیاییم بگیم مثلا تو فرض کنم ایران بگن شما چندین قوم، خب شهروندی فرهنگی هم قبول. و این اصل این جامعه ایرانی و اینکه هر ایرانی عضو این جامعه شهروند این جامعه هست، این تکلیف این چه می شود؟ اونا گفتن برای اینکه این برخورداری از این حق فرهنگی از این شهروندتون از این حق برقرار می شود سه شرط لازمه. یکی که فرد نباید وابسته به یک گروه ویژه باشد، یعنی آزاد به تمام مارد یه گروه بشه از یه گروه هم بیا بیرون. فرض کنید که او یه قوم هست، اینکه نمیشه بهش گفت که نده تو الالعود این عضو قومی به عنوان عضو این قوم باید مطیع این ایجابات قومی باشه. میگه نه، اصلا شهروند صاحب حق فرهنگی کسی نیست که پاش شما ببندی بگی که الا لله تو باید به این قوم بسته باشه. میگه نه آقا، این میتونه آزاد بیا میتونه آزاد بیا. هر فرهنگی که انسان بتوانه به داشتن او خود رو شهروند بخواند، این باید حقوق دموکراتیک رو، حقوق انسان رو و حقوق دموکراتیک رو، در واقع همین حقوقی که شهروند داره، چهار دست حقوقی که عرض شد، اینها رو بپذیره. اگر یک فرهنگی هست که نمیپذیره، اونه و خودش مخالفه حق فرهنگی انسانه. انسان نباید تن بده به این مثلا یه فرقه ای فرض کنید. این فرقه بخواد بگه که اینه که من میگم حقوق مقوم بی حقوق، عضو این فرقه هستی هیچ حقی هم نداری، یه مقدار تکالیف داری مثل برای از مدقه خودمون تکالیف داری، باید بری پای صندوق رای که بندازی. این با حقوق فرهنگی ناسازگار است. پس باید فرهنگی در خور است برای اینکه شهروند بگوید من از حقوق فرهنگی برخوردار شدم که این حقوق انسان رو به رسمیت بشناسد. شاید تو جامعه های اروپایی اقوام دیگری آمدن، خود امریکا فراوان اقوام هستن. اینا اگر بخواهن یه فرقه هایی درست کنن بگن که ما حقوق فرهنگی داریم، ازشون میپرسن که شما با این حقوق دموکراتیک این شهروندان موافقید یا مخالفید؟ مخالف باشن در مواردی جا اون حق دارن منحلش کنن، نه تنها حق ایجاد نمی کنه خودش ده حق. و گروه های مختلف مثلا تو ایران اقوام مختلفی نباید برابر باشه. اگه تعریض باشه بینشون، حقوق شهروندی، حقوق فرهنگی شهروندی تحقق پیدا نمی کنن. خب تا اینجا که شنیدید عرض بشود که در باب شهروندی بود. امیدوارم که به اختصار توضیح دادم. حالا یک نقلی هم می کنم از اون چه شنیدید. خب در اون بحثایی که حقوقدان ها خصوصا می کنن، بگیم نه حقوقدان ها، سیاست شناس ها، چون حقوقدان ها اهل حقا منافع ملی و این حرف ها همشه نمی زنن، حقوق ملی همشه می زنن، فرق هم هست بین این دو مفهوم.
اینا دیدی که بین منافع خصوصی و منافع عمومی فرق گذاشتن و گفتن شهروند کسیست که از اون منافع خصوصی خالی بشه از این منافع عمومی پر بشود. این هم تناقض داره، شدنی نیست. حال اینکه اگر اون منافع عمومی رو برداریم بگذاریم حقوق عمومی و اگر این منافع شخصی رو برداریم بگذاریم حقوق انسان، به این تضادی وجود نمیاد، تضاهمی هم وجود نمیاد. انسان در همون حال که به حقوق خود به عنوان انسان عمل میکنه به حقوق ملی هم عمل میکند، تضاهمی بینشون وجود نمیاد. شما میگید که چرا این معنا رو ندیدن در قرد ها به لحاظ این که همین از روزم در اهل سیاست، احزاب سیاسی عموما بگم من فکر نشیدم آیشاله شما شنیدی که مثلا از حقوق ملی حرف بزنن؟ من نشیدم، من هرچی شنیدم منافع از منافع ملی حرف بزنن. خب منفعت در واقع ضرره، این قشرهای حاکم منافع خودشونو میکنن منافع ملی و چون اگر حقوق گفتی حقوق تعریف داره، حق تعریف داره، اونجا متعلق به همه میشه دیگه، نمیشه باید به عنوان منافع ملی. مثلا حالا مورد میگم برای شما، این آقای که ولایتی که الان نامزد ریاست جمهوری، این آقا آمد در فرانسه، میتران رئیس جمهور فرانسه بود، او رو راضی کنه که اینو ببره ایران به عنوان میهمان، او هم ظاهرا قبول کرده بود. این هم برگشته بود همین آقای هاشمی رفسنجانی هم رئیس جمهور بوده، به اون میگه که من میتران راضی کردم بیاد ایران، او هم میگه حالا ببینیم. به فاصله یکی دو روز دکتر بختیار رو در پاریس ترور میکنه، اون برنامه به هم میخوره. خب یکی از اونها یا دو تاشون، حالا یکیشون تو سفارت بود، یکیشون هم مثلا تحت تعقیب و سوئیسی ها مطالبهش کرده بودن، اونهای کسایی در ترور شرکت داشتن. آقای بلادور نخست وزیر فرانسه بود، اینا برگردون ایران بهش گفتن آقا این چرا کردی حقوق سوئیس، اینا رو دستگاه قضایی سوئیس اینا رو خواسته بود. گفت منافع ملی فرانسه اقتضاش این بوده. کی تشخیص داد چیه منافع ملی که اقتضا کرده شما یه تروریست و دو تا تروریست پس بدی به دولت تروریست؟ این به اختیارش دست خودشه، هر چی دلش بخواه میگه منافع ملی. اما اگر این حقوق بود، حقوق تعریف داشت تو قانون اساسی میرفت، یک دو سه چهار مثل خیلی حقوق فرسون قلم رو تو قانون اساسیه، کم و زیاد نمیتونی بکنی، معلوم اونجا تعیین شده، حدود همه معینه. پرچم منابع در اختیار هر کشور، فضا، دریا، خب پس از این دید چون جامعه های غرب هم عموماً مسلط هم بر بقیه دنیا، موقع مسلط دارن اقتصادهاشون، خودشون هم از حالا میبینی که در چهار گوشه دنیا اینها یا به زور ماورای ملی ها حاکمیت برقرار کردن یا به زور اسلحه. خب اینا رو ناچار باید از منافع ملی حرف بزنن، چون حقوق ملی بخوام بگن اون حقوق مثلا میگن منافع ملی امریکا در ایران. یکی بر از این آقای اوباما پرسه شما چه کاره تو ایران، چه منافع ملی داری؟ اگر حقوق ملی بود شما در امریکا داشتی، من هم در ایران داشتم، این حقوق هم تعیین میکرد رابطه ما رو با هم. پس دلیلش این است ولی میرفتن روی مرز حقوق انسان و حقوق ملی، کاملا مطلب روشن بود از ابتدا که این شهروند نه میتونه بره پای صندوق
بگه من این حقوق انسانی خودم رو دارم، اینم حقوق ملیست، این حقوق ملی رو من اینجوری تشخیص میدم که مثلا به چپ رای بدم، به راست رای بدم، به میانه رای بدم، به هرکی دلم میخواد رای بدم. خب حالا برگردیم به چقدر من دو وقت کنم. خب بس من خیلی صرف جویی شد در من، خیلی شما رو انشاءالله خسته نمی کنم. برگردیم به این انتخابات، چون همه برای این بود که از انتخابات درست بزنیم در ایران. عرض کنم به شما، خب مردم ایران حق انتخاب دارن؟ عنوان شهروندن؟ نه، نه استقلال دارن در تصمیم، اسبابش نیست، نه آزادی دارن در گزینش نوع تصمیم. الان 8 نفر رو اینا بردن اونجا به عنوان نامزد، 1 نفرن، 8 تا قیافه. شما یکی یکی اینا رو هویت سیاسیشون ببینید، هیچ فرقی با هم ندارن. حالا میگه دیشب هم رفتن اونجا مثل بچه شاگرد مدرسه، اون آقای زرقامی اون بالا نشسته اینا رو یکی یکی سینجین کرده. آخه اینها با شخصیت ملی ما بازی میکنن. آخه این چه انتخاباتیه؟ این چه مسخره بازیه؟ نمایش هم باید یه برقیه سر و صورتی داشته باشه. یه دور که آقای وزیر کشور اینا رو احضار کرده که خب بگه چگونه باید عمل بکنن. یه رئیس جمهوری که نمیدونه چجوری باید عمل کنه، این آقای وزیر کشور باید عالی کنه. یه دور هم آقای زرقامی باید اینا رو سنجی میکنه. من از همه چیزهایی که چون پیشتر در مصاحبه صحبت کردم بنا ندارم اینجا اون رو تکرار کنم، ولی یه موردش میگم به لحاظ اینکه مردم ایران ایشون گفتن این مسائل فوری دارن، دارن، اما همون مسائل فوری ایجاب میکنن که تحقیر رو نپذیرن، نرن پای صندوق. یکی از اون مسائلشون این مسئله بحران سیاسی است که این رژیم 32 سال ایران رو به اون گرفتار کرده، 34 سال که الان شده بحران اتمی. دو تا نقل قول میگم از این 8 نفر، بقیش هم همین حضور هست. یکی رو آقای جلیلی آمده میگوید که ما تشنج‌زدایی، چی تشنج‌زدایی؟ ما باید با تهدیدزدایی بکنیم. یعنی آقای قرض آش همین کاسه همینه، خود گفت آقای رهبره سر شما، کار شما با اونه، او هم به بحران احتیاج داره. حالا ما رو اینه داشته باشید، فرض کنید که آقای روحانی از نقطه مقابل این آقا آمده فرمایش بفرماید. اون که بهش اعتراض کردن که شما در زمانی که متصدی بودی امتیازات دادی، یه توافقی با سونس وزیر خارجه بستی که غنی‌سازی نشود، ایران قرارداد الحاقی رو هم اجرا کنند. گفت بله، فرمان رهبر ما این کار کردیم، ولی در همون حال ما برنامه اتمی خودمون رو پیش بردیم. یعنی آقای قرض ما متقلبیم، به هیچ عهدی وفا نمی کنیم، هیچ امضای ما اعتباری ندارد. این دوتا پیامه، دوتا نامزد است به این دنیا. اگر این ملت به ملت شهروندان بودن، آخه میپرسید آخه ما مردم ایران هیچ نباید بدونیم این اتم چیه؟ این سالها شما بهش مشغولی، آخه هیچ گزارشی با نباید دریافت کنیم که چی میکنید شما؟ الان تمام دنیا یعنی غرب به علاوه روسیه، به علاوه چین، به علاوه اون کشورهای جزء حکام شورای حکام آژانس
دقیق میدونن سیرتا پیاز رو. ایرانی نمیداند هیچ چیز رو. خب نتیجه شده چی؟ تحریم اقتصادی و تهدید به جنگ. این مسئله فوری جامعه ماست. این هم حقوق ملی است. انسان ایرانی اگر به حقوق خود به عنوان انسان، همون استقلال آزادی و حقوق ملی، باز استقلال ملی و آزادی ملی، دوتاش کاملا با هم انتباه دارن، بخواد به این دوتا عمل بکنه چه باید بکنه؟ پیشاروی این مزحکه ای که رژیم به عنوان انتخابات را انداخته، بره پای صندوق و این تحقیر ملی رو بپذیره، یا برای اینکه من یه مسئله دارم ممکنه مهر بزنم به شناسنامه‌ام، فردا این یا نزنم برای من دردسر بشود. حالا که ما از تحریم که خیلی ندیدیم، بریم باز حالا بریم یه رأی بدیم بلکه یه چیزی بشه. بعضی جمله ها در زبان و قدرت ساخته می شود. مثلا این جمله که الان من برای شما گفتم، اجزایش بونه کلمات و جمله زور قدرته. میگه من پیشاروی این قدرت از تحریم کاری ساخته نیست. حالا بریم رأی بدیم بلکه مثلا دلش بزن بگه خب این حال آمدن رأی بدن، یک کاری براشون میکنیم دیگه. اینجوری یک تنظیم رابطه است با قدرت. هم باید از حقوق ملی چشم بپوشه، هم از حقوق خود به عنوان انسان چشم بپوشه، هم از شخصیت خود چشم بپوشه. برود پای صندوق برای این که بلکه دل او به رحم بیاد، بگه آه همه مردم آمدن و رأی دادن، ما هم یک کاری براشون میکنیم. اولا اینا 34 این مردم ایران، اون جمعیت عظیم، جنبش همگانی با جهان رو وارد یه عصر جدید کرد. آقای خمینی رو با اون جمعیت عظیم بردن ایران. آقای خمینی به این دلیل که این جمعیت عظیم از ایشون استقبال کرد و از گوشه عزلت نجف آورد به تهران، شخصیت جهانی کرد و و و و رعایت کرد حال اون ملت رو. انصافا ما اینجا این دیگه، ما همه ایرانی هستیم، رعایت کرد. آقای خامنه‌ای چرا باید بکنه کار کوه نگرد؟ فقط بعد رفتن پای صندوق معناش این است که این ملت میرود چک سفید امضا میکنه، میگه آقای خامنه‌ای صاحب اختیار مطلق ایران است. و این عیناً همون میشود که ایشون الان گفت، آقای صدام با 100% آرا شد رئیس جمهور، یکی از عوامل جنگ همین 100% شد. چرا؟ چون آقای بوش گفت که این ملت از خودش اختیار نداره، تروریزه است، وحشت. تعبیرش این بود، اینا این جامعه رو وحشت زده کرده، به جوری که این جامعه عراقی از همش هم با این آقا مخالفه، فکر میکرد که حالا این بیاد بشون امریکا چیه، حالا ترمم زیر پاش پر میکنن زیر پای بشونش، اینقدر باور شده بود. ولی این باور اون آقا ایجاد کرده بود با اون صد انتخابات قلابی 100%. وقتی یک جامعه رفت پای صندوق، یعنی من اراده ندارم در جایی که این انتخابات وجود ندارد. وقتی اراده نداری خود در محاسبات بین المللی به حساب نیستی. چون به حساب نیستی، با اونی که طرفشه حساب برقرار میکنه، میگه آقا این جز بمب زبان دیگری حالیش نمیشه. این باید همون که تو سنهای امریکا گفتن دیگه، همون چیزی هفته پیش گفتن، این باید تشدید تحریم رو به قدر شدت بدیم که نفتی بتوانه صادر کنه، نه پولی بتوانه داشته باشه.
در نتیجه دیگه نه مسئله حزب الله خواهیم داشت، نه نمیدونم سوریه خواهیم داشت، نه خود این رژیم. معناش این میشود ایرانی باید توجه بکنه اگر خودش سرنوشت خودش رو تصدی نکنه، این بی تصدی نمیماند، دیگری این کار خواهد کرد، دیگری چیه قدرت خودش. بنابراین مسئله تحریم این نیست، البته من تحریم فعال ترک کردم، این نیست که جا فایده دارد فایده ندارد، این است که آقا شما حیات ملی در خطر است، این بحران به یه جایی رسیده که یکی از دو راحت بیشتر ندارد، یا باید آقای خامنه ای جام زهر و سر بکشه، یا به قول آقای خامنه ای بحران بره تا آخر. آخرش کجاست؟ قشنگ فکر کنید ببین آخر این کجا میشه باشه. نگذارید این بره تا آخر، این میشه تحریم فعال. میگه من تحریم کننده میگوید من شهروندم، استقلال دارم، آزادی دارم، استقلال ملی دارم، آزادی ملی دارم، من فضا ایجاد میکنم در بیرون این دولت خودکامه. جامعه مدنی کارش همینه، فضا ایجاد میکنه، در این فضاست که بدیل بارور میشود. خود جامعه مدنی میپذارند و اون بدیل و اون جامعه امکان میده که سرنوشت خودش رو در دست بگیره، تحول رو تصدی بکنه و گذار کنه از این دولت به یک دولت حقوق مدار، در شرط دولت، از این جامعه به یک جامعه شهروندان. این کاملا ممکن است، خصوصا توجه بکنید ایران سوریه میتواند نشود، میگم میتواند ها. چرا؟ برای اینکه اون آزمایش‌هایی که در جامعه ایرانی شد و گروه‌های زورپرست شناخته شدن و بی‌اعتبار شدن که نتونن به زور اسلحه‌ای که قدرت خارجی در اختیارشون می‌گذاره این جامعه رو بترسونن که ایران می‌شود سوریه، این آزمون در جامعه سوری متاسفانه عمل نشده بود. گروه های ناشناختی یک دفعه وارد شدن، تا به خود جمعه معلوم شد این النصرت هست که گفتن او در جنگ احد، گفتن هند جگرخواره، جگر حمزه عموی پیامبر رو جویده بود در زمان ما، جلو چشم ما این وردشو فیلم کرده، پخش کرده تو دنیا، میگه با فیلم میگه حالا گفته که من بدتر از این صحنه هم هست، حالا با اونها رو حالا پخش نمی کنیم. در ایران خوشبختانه همه گروه ها شناخته شدن، بنابراین زمینه و امکان برای اینکه جامعه ایرانی دست به یک جنبش همگانی بزند فراهم است. مردم رو نباید ترسون، انسان ها با ترس هاشون نیست که زندگی و آیندهشون رو میسازن، با شجاعتشونه که میسازن. اصلا میگوین دموکراسی یعنی این که شما جرأت و شجاعت ابراز حقیقت رو داشته باشید. آخرین درس آقای فوکو در کالج دو فرانس جمله رو از اون رد کردم براتون، اگر یک جامعه ای اعضای اون جامعه جرأت ابراز حقیقت رو نداشته باشن، البته نمیتوانن دموکراسی داشته باشن. امیدوارم که شما ایرانی ها در بیرون مرزها و در درون مرزها این شجاعت کنید، حقیقت رو بگویید، بگویید که این رژیم ضد همه چیزه، حتی اون دینی که به نامش در حکومت میکنه ضد ایران است، در هویت، در ایرانیت، ضد
هر حقی است از حقوق ملی و حقوق انسان. ضد غرور ملی ماست، ضد شخصیت انسان است، ضد رشد است. و اینکه جامعه بین المللی هر جا که هستیم در جامعه هایی که هستیم اونها بگوییم که سرنوشت ایران ما ایرانی ها باید تعیین کنیم، نه بمب های شما. خب حالا من از بقیه وقتم هم به سود شما چشم می‌پوشم. شاد و پیروز باشید.